استانداری کربلا از همکنون در حال تدوین برنامه ویژه برای اجرای هرچه مطلوب‌تر حمل و نقل و تردد زائران اربعین است. روز چهارشنبه استانداری کربلا از آغاز مقدمات و آمادگی‌های اولیه برای بزرگداشت زیارت اربعین امام حسین علیه السلام خبر داد و اعلام کرد. در این راستا به کارگیری گسترده روش‌های نوین حمل و نقل در دستور کار قرار گرفته و از جمله یک پل شناور در منطقه هندیه در شرق شهر مقدس کربلا احداث گردیده است. جاسم الفضلاوی معاون استاندار کربلا در بیانیه مطبوعاتی که در اختیار خبرگزاری اخبار شیعه قرار گرفته اعلام کرد، استانداری کربلا به صورت زودهنگام و از همکنون آماده پذیرایی و استقبال از جمعیت میلیونی زائران عزادار اربعین سید الشهدا علیه السلام می باشد. وی در ادامه گفت، به منظور دستیابی به موفقیت هرچه بهتر در برنامه نقل و انتقال زائران، جلسه مهمی در استانداری کربلا تشکیل شد که تیان در مورد تعیین مسیر عبور و مرور زائران از مدخل ورود شرقی شهر مقدس کربلا برای جلوگیری از ازدحام جمعیت و ایجاد ترافیک و مسدود شدن مسیر و علاوه بر آن ایجاد راهکارها و فضای مناسب برای امکان جابجایی بیشترین تعداد از زائران زیارت اربعین، تصمیم گیری های لازم اتخاذ و تمهیدات و پیشبینی های مورد نیاز بدین منظور در نظر گرفته شده. الفضلاوی افزود در این جلسه مسئولان مربوطه در رابطه با دستورالعمل هایی که از سوی استانداری کربلا به منظور بهبود کیفیت و نقل انتقال زائران که در جریان بازدیدهای میدانی قبلی از منطقه هندیه به منظور افزایش کیفیت و فرایند مطلوب تر حمل و نقل میلیون ها زائر اربعین مد نظر قرار گرفته و ابلاغ شده بود، با ارائه گزارش های لازم راهکارهای خود را در این زمینه به اطلاع ما رساندند.